صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا سيدنا الغريب ومولانا المظلوم، شهيد كربلاء السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك بالفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چه خون که دیده چه سن، روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان وفلان. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما بینندگان محترم. امیدوارم که به نحو احسن خدا به ما توفیق بدهد برای خدمتگزاری شما بینندگان محترم و حسینیان عالم. در مقدمه خواستم روایاتی در فضائل حضرات اهل بیت خدمت شما عرض کنم که اتفاق افتاد، نمیدونم شنیدید شما هم یا نه. حسب قاعده و حسب عادت
جنازه میتی را آوردن بین الحرمین و اطراف او ندا به لا اله الا الله بلند کردن مردم. یعنی کسی ندا میدهد و مردم در جواب او میگویند و سنت بسیار بسیار حسنه است. و عرضم به خدمت شما در روایات ببینید شرافت کلمه لا اله الا الله را. برای اهل دقت عرض میکنم که حسب قواعد صرف و نحوی لا اله الا الله جمله است، ولی خداوند علی اعلی برای لا اله الا الله عبارت کلمه را به کار میبرد، یعنی جمله ای که به آن کلمه گفته می شود. چرا کلمه گفته می شود؟ بماند که به اشاره میگم، باز نمیخوام بحثی کمی فراتر برز از این، میخوام یه مستوای ساده ای رو پیشم. چرا کلمه گفته می شود در یک جمله؟ این که دلالت لفظی و تضمنی ما داریم و کلمه گفته شدن لا اله الا الله بر مبنای دلالت تضمنی است، که این جمله اگر از هم متفرق شود معنایی نمیدهد، با همش معنا دارد. لا اله کفر است. در زیارت جامعه برگردیم، در فضائل، در زیارت جامعه وقتی که شما مشرف میشید، مشاهد مشرفه برای زیارت روضه های مطهره و زیارت جامعه میخوانید، یک عبارت آنجا اقرار می کنید به زبان خدمت آن امام معصوم که به موالاتکم تمت الکلمه، با محبت شما اهل بیت علیهم السلام است که آن کلمه تمام می شود، کامل می شود. همینطور که عرایز بنده رو گوش می کنید می تونید صحن و سرا و بین الحرمین آقا سید الشهدا را ببینید و دلها را روانه کنید. موالات شما، اظهار محبت شما خاندان، این کلمه را تمام می کند. یعنی بدون موالات و ولایت حضرات اهل بیت کلمه ناقص است. و در پی همان آیه است که الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت امیر عوالم علی کامل کننده و تمام کننده نعمت و دین و عرضم به خدمت شما کلمه هستش. فرمودن که من قال فی آخر کلامهی لا اله الا الله، قریب به مضمون این روایت، وجبت له الجنه، کسی که از دنیا دارد میرد اگر آخرین کلمه اش لا اله الا الله باشه، بهش برای او واجب است. لا اله الا الله چنین خاصیتی دارد. و در احوالات بزرگان شیعه آوردن که بر فراز منبر بودند و روایت را از رسول خاتم صلی الله علیه و آله خوانده اند که من قال فی آخر کلامه لا اله الا الله وجبت له الجنه، این روایت را خوانده است بر فراز منبر و گفته است لا اله الا الله و جان را به جان آفرین تسلیم کرده است، بودن از اولیاء الهی. چنین گفتن لا اله، این را عرض می کنم امروز اینجا برای هم خودم و هم شما بینندای محترم، لا اله الا الله گفتن در آخر، در سکرات موت، وقت احتضار، مسئله بسیار مهمی است. الان شاید من بگم که خب کار نداره، حفظ می کنم و دم مردنم می گویم لا اله الا الله، ولی اینطور نیست. در سکرات اتفاقاتی می افتد که آدم اسم خودش را هم فراموش میکند، چه برسد به آن چیزی که معتمد و معتقد است. مگر آنکه، ببینید، مگر آنکه این اعتقاد ملکه او شده باشد. یعنی اگر صرف حفظ کردن باشد از ذهن میرد، ولی اگر ملکه باشد میآید و به زبان جاری میشد. خیلی ها در تاریخ نقل شده اند که وقتی اطرافیان کنار بستر مرگ او بودند به او گفتند قل لا اله الا الله، دهان بسته اند و نگفتند. بعد که سبب را جویا شدند یا در عالم رؤیا دیدند او را که چرا نگفتی لا اله الا الله را،
در جواب گفته است که شیطان مقابل من مجسم شد در آن لحظه، چون درگاه دیگه، درگاه برزخ قرار باز شه، این دیده یک کمی وسعت پیدا میکنه و نفوذ بصر پیدا میکند میت در حالت احتضار، که وقتی فرصتی باشه در حالات سکرات موت سخن بگیم مفصل است. شیطان مقابل من ایستاد و آن علاقات من، آن چیزهایی که من در دنیا دوست داشتم و به آنها وابسته بودم، بشنوید خوب چی میگه، به آنها وابسته بودم، اینها رو مقابل من گرفته بود. مثلا برای مثال عرض کنم، کلید خانه ها و ویلا ها رو گرفته بود که اگر تو الان لا اله الا الله بگی تمام اینها رو من از بین میبرم، اگر تو ترس این که متعلقاتش رو از دست نده از لا اله الا الله دست کشیده است. در احوالات بزرگان است که در سکرات افتادند و عنایتی شد و برگشتند به حیات و تمام ما یملک خود دادند و سری به تعظیم الهی فرود آوردند و در معرفت کوشیدند، وقتی سبب را پرسیدند گفتند در آن لحظه سکرات ابلیس مجسم شد و مشتهیات ما، چیزی که اشتهای ما بود، آن چیزی که تعلقات ما بود، جلوی ما گرفت، یا اینها را از بین میبرم یا نباید بگوی لا اله الا، دم سخت دل کنده. تمام اینها مقدم بود برای این جمله شیعه امیر المؤمنین، محب مولا، علاقهش به مولاست، علاقهش به سید الشهدا است، علاقهش به زیارت آقا ابی عبدالله است. در بالاترین مرتبه علاقات ما خدمت به حضرات اهل بیت است. بالاترین علاقات ما این است که خدمت این ذریح برسیم و دست تبرک به این ذریح بکشیم و سر و صورت و هویت خودمان را متبرک کنیم. اینکه به صورت میکشد ظاهر دست خودش را، باطن خودش را دارد متبرک میکند، اون شناسه خودش را، هویت خودش را متبرک میکند به انوار سید الشهدا و دیگر اهل بیت علیهم السلام. تمام مشتهیات شما محبین این است. خب وقتی محب به چنین مرتبه رسید، آن دم آخر لا اله الا الله که میگوید، حضرات اهل بیت که میآیند، و وقتی امیرالمومنین میفرماد یا حار همدان منی متیرنی من مؤمن او منافق قبلا، مؤمن و منافق مرا خواهند دید، مولا را با آن جلوه ای میبیند که تمام رأفت است و عطوفت است و سر به دامن مولایش خواهد گذاشت ان شاء الله. لا اله الا الله بسیار مهم است. از کلمه لا اله الا الله شروع کردیم برای اینکه دقت بدهیم که این لا اله الا الله باید ملک شود برای ما، و این لا اله الا الله تمام و کمال نیست مگر به ولایت حضرات اهل بیت. تمام این چند دقیقه رو در سه جمله عرض کردم برای حفظ بهتر و راحت‌تر. اگر مهیا هستید وارد بحث بشیم، صلواتی هدیه کنید محضر بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب شریف نفس المحمود و بررسی خروج آقا سید الشهدا از مکه به سمت عراق به اینجا رسید که یحیی اومد خدمت آقا سید الشهدا، اماننامه را آورد و بعضی روایات که با عبدالله آمد، عبدالله جعفر داماد امیرالمومنین، همسر عقیله بنی هاشم صلوات الله علیها، و سید الشهدا جوابهایی دادن. سریع عرض میکنم که تکرار نشد، فقط برای برگشتن مطلب، و مطلب مهمی که عرض کردیم این بود که سید الشهدا به قاصد گفتن که در خواب جدم را دیدم و جدم به من حرفی زده است که تا قیامت نخواهم به کسی گفتن آن حرف را. عرض کردیم در تبیین این کلام، با اینکه در جاهای قبل و روایات قبلیه و نقل های قبلیه سید الشهدا فرموده بود که رأیت فی المنام جدی،
دیدم جدم را به من گفت اخرج الى العراق ان الله شاءن یراک قتیلا. چرا آنجا سید الشهدا فرموده است و چرا اینجا میفرماید نمیگویم که جدم چه گفته است؟ عرض کردیم جمع هر دو اشکالی ندارد، یعنی هر دو مطلب مانعت الجمع نیست، یعنی اینکه هم قسمتی از خواب و فرمایش و دستور رسول خدا را از سید الشهدا علیه افضل الصلاه و السلام گفتن برای دیگران و قسمت هایی را نگفتن که آن است که بین خودش و جدش هست و خدا و کسی از آن خبر ندارد. و قطعا هم چنین هست، در کربلا اسراری است که جز حسین کسی نمیداند، اسراری است در کربلا واقعی عاشورا که جز خدای حسین کسی نمیداند. اینها مسلم است و نوشتن بزرگان اسرار و شهاده ها نوشتند و کتب مختلف و نظرات مختلف گفتن حاصل روایات، ولی حق مطلب که چیز سبب و چیز سر کربلا بین خود ابی عبدالله و حضرت حق مانده است و این جلالت را شما خواهید دید از عاشورا، بلکه از روزی که قلم بر لو جریان پیدا کرد تا روزی که سور اسرافیل دمیده می شود و همه محشور می شوند و قیامت می شوند و وارد بهشت می شوند بهشتیان و وارد جهنم می شوند جهنمیان، هنوز دفتر قصه آقا ابی عبدالله باز هستش، بلکه اشهد ان دمک سکن فی الخلد، خون آقا سید الشهدا ساکن است در خلد برین، یعنی تمامی ندارد. در چند جمله عرض کردم، سریعا عذرخواهی می کنم، باران کربلا شروع شد الحمدلله رب العالمین، و هر وقت که ما در برنامه تکیه بودیم و باران باریده یا برنامه دیگه فورا دعا کردیم، چون روایت هست که دعا هنگام باران مستجاب است. صاحبم قشنگ میگه دلا در گریه وصل یار میخوا، دعا هنگام باران مستجاب است. روایت هست که وقت باران دعا مستجابه، دست به دعا برداریم. اهم دعای ما که فرج بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرج و شریف هستش، خود حضرات شاهدن که مقدم همه دعاهامون بوده است، هم شما و هم ما. ولی آقا به فرج بقیت الله، به لطف آقا بقیت، تمام گره ها را از امور شما محبین هر جای عالم که هستید باز کند، به این رحمتش و به این قطرات رحمتی که در کنار رحمت الله الواسعه میبارد. و از خدا میخواهیم که خدا باران رحمتش را از هیچ بلادی منع نکند. در خبر، حالا که صحبت بارون شد، در خبر اومده است که خدمت رسول خدا رسیدن مردم گفتن که خوش سالی است و باران نیامده است و زمین های ما خوش شده است و حاصل ما، و حضرت دستشون را به دعای باران بلند کردند و رأساً باران گرفت. یه فتره یه زمانی باران اومد، آب بین کوچه های مدینه را افتاد. خب خونه هایی که در مدینه بود و این چیزا، اون خونه هایی نبوده است که مناسب بارش شدید باشد. خب بالاخره متعزی شدن، اذیت شدن، اومدن خدمت رسول خدا و گفتن یا رسول الله، خب آب زندگی ما رو برد، قرار قریب به این مزام زندگیمون رو آب برد، این بارون خیلی شده این چیزا. حضرت دستشون را بالا کردن و این عبارت را خواندن، بسیار دقت کنید، فرمودن حوالینا لا علینا، اطراف ما باران ببارد نه بر ما. که اطراف مدینه باران آمد، زمین ها سیراب شد، برکه ها پر شد و انقدیر ها جاهایی که باید آب نگهداری می شد پر شد همش، و این لطف خاتم الانبیاست. عرضم به خدمت شما، ببینید دقت رو برای این دادم، حوالی نالا علینا، باران رحمت ببارد بر سر همه انشاءالله، معنوان و مادن. گاهن لازم داریم ما یه بارونی به دلمون ببارد. گفت دل آسمان چون دل من گرفته، که او عشق بار است و من عشق بارم. یا با عبدالله، به هر عنوان هست سید الشهدا قاصر دا برگرد، جمع این دو مطلب مورد نظر، فورا برگردید تو بحث. من امیدم اینه به شما بیننده محترم که ذکاوت شما محترمین چنین باشد که فورا از مطلبی برگردیم سر نقطه اول و سر رشته کلام از دستتون بیرون نره انشاءالله، چون مطالب حقیقتا سلسله واره و زنجیر واره، اگر حلقه ای مفقود شود بقیه کلام منعقد نمیشه. عرضم به خدمت شما که مانعت الجمع نیست که ما بگوییم که هست سید الشهدا
قسمتی از خواب و دستور رسول خدا را فرمود، قسمتیش را نفرمودن. و مطلب ثانیه‌ای که عرض کردم بنده این است که شیمه و روش انبیا و اولیا چنین است، بلکه علما هم چنین است، بلکه هر صاحب و دقت و عقلی چنین است که هر کسی را اندازه ظرفیت او برایش سخن میگویند. در دستورات ما هم، در شرع مقدس و در معارف هم چنین دستوران که رعایت از ضعف را بکنیم در گفتن روایات معرفتی. همه کس که ظرفیت همه حرفی را ندارد و نحن معاشر الانبیا با اثنان و کلم الناس علی قدر عقولهم را عرض کردم خدمت شما. خب با این مقدمه شاید حضرت سید الشهدا علیه افضل الصلاة و السلام ندیدند در یحیی که بگویند برای او ان الله شاء ان یرا که قتیلا، یعنی چه؟ ندیدند آن ظرفیت را در کسی که سوال پرسیده است. و آن منبع علم، نکته ای را اضافه کنم بر نکات دیگر، و آن منبع علمی که در وصف علم امام همان روایت امیر عوالم علی کفایت می کند در مبحث علم بهتر است یا ثروت، روایتش رو مراجعه کنین. تقریبا فکر کنم همه شما یکی دو باری را انشایی در مدرسه ها راجع به این موضوع نوشته این علم بهتر است یا ثروت، برای همه آشناست، به خصوص کسانی که در ایران زندگی می‌کنند. نمیدونم میدونید یا نه، روایتی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در این موضوع هست، مراجعه کنید روایت رو ببینید. هر کسی آمد همین سوال را پرسید، امیرالمؤمنین یک جواب کامل و مفصل در همان موضوع به او دادن. رفت دیگری آمد جواب دیگری دادن کامل و درست. رفت چندین نفر آمدن سوال کردن، امیر عوالم، امیر العلوم جواب داده است و هر یک را جواب مکفی حسب ظرفیت او به او دادن، که جمعی که نشسته بودند خدمت امیرالمؤمنین زبان به تکبیر و تعظیم باز کردند که الله اکبر، از این جلالت و این عظمت. در روایتش اشاره شده از من عرض می کنم هم اگر تا قیامت از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می پرسیدن، حضرت مولا جوابی درست می دادن غیر از جواب قبلی، چرا که امیر عوالم کسی است که فرمود ان لها هنا لعلما جما، فرزند امیرالمؤمنین سید الشهدا حامل همان علم است و هیچ فرقی نمی کند. این گونه جواب دادنش هم پر از اسرار است. میان برنامه بید. خوش محفل ما و بزم صفا در منزل مردان خدا یا باشد، از چشم ارادت نگرد هر که ز با نام محمد آشنا میباشد، صانعی کوتره این نه چرخ را بر هر چه لایق بوده یک جا ریخته، گرچه نعمت خواسته ارباب یقین باشد، بلی
شهد نعمت را به کام زشت و زیبا ریخته. بر هوا صلوات الله و سلام علیک یا امیر المؤمنین. جدی اگه ما مولا نداشتیم چیکار میکردیم؟ فکر کردیم به خودمون اگر امیر المؤمنین نبود چه میکردیم؟ صلوات الله علیک یا امیر المؤمنین. خوبه که عبد مولا داشته باشه، یله و رها بودن خوب نیست، آقا بالا سر داشتن خوبه. الحمدلله که آقای عالمین آقای بالا سر ماست و همچنین فرزند خلفش بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. به هر عنوان اون کسی که منبع علم است و علم الهی در سینه اوست، اهم از امیر المؤمنین خاتم الانبیا تا مقام اعلای بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، کسی نیست که نتواند در کلام و در جملات و در پاسخها بماند. کسی که بر فراز منبر صدا میزده از سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من آنچه که میخواهید، آن کسی نیست که در جواب بماند یا در جواب دادن نقصی داشته. چرا روی این حرف اینقدر داری اصرار میکنی امروز؟ چرا اینقدر داری به قوله خودم کشش میدید؟ چرا؟ چون این حرف ها، اینهایی که دارم تأکید میکنم، به من به مخازن لعلمه، به ان لها هنا لعلما جما، بسلونی قبل ان تفقدونی و و و اون مباحث بلند علم امام، جواب است از سوالهایی که بعضی کوته فکر و کوته نظر و با عقول محدوده دارن که اصلا اسمش رو عقل نمیشه گذاشت. واقعا آخه اگر عقل باشه، عقل اقل خاصیتش اینه، کمترین خاصیت عقل اینه که بتونه فرمول بسازه دیگه، دو رو به اضافه دو کنه جواب بگیره دیگه، اقلشه. آخه کسی که توتیوار حفظه، هرچی بزرگترش گفته تکرار داره میکنه و هیچ از خودش گفته این ندارد که این عاقل نیست، نه حتی توتیه یا یه سی دیه دیگه، روش ضبط شد. بگذاریم. سوالی که دارن که چرا در قرآن رسول حق صلی الله علیه و آله گاهن در بیان قرآن دم از ندانستن میزند؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسالونک عن الساعه. ببینید اینها جواب همین سوال هاست که دارم عرض میکنم. اگر جواب نداد امام معصوم، دلیل بر ندانستنش نیست قطع و مسلم میداند، و بلکه تصریح روایات است
تصریح روایات است، تأکید میکنم تصریح روایات است. اگر کسی نظرش خدای نکرده این باشد که چیزی ما بین سماوات و ارضین است که از امام مخفیسی، کفر است، کافر است. چیزی ما بین سماوات و ارضین نیست که در علم امام نباشد، حرف ذوقی میزنی خیر، عرض کردم حاصل روایات است. قانع نمی شود به او بگویید که کل شیء و کل شیء احصیناه فی کتاب مبین و امام مبین. قانع نمی شود، قرآن است. هر چیزی را ما احصا کرده ایم در کتاب آشکار، هر چیزی را ما احصا کرده ایم در امام مبین. سلام الله علی کتاب المبین، سلام الله علی امام المبین. که دیگه لازم نیست بگم کتاب مبین چیه. کتاب که این ما بین دفتر نیست، جلد داشته باشه، کاغذش باشه، که از نظر قرآن که این کتاب نیست. کتاب یه حقیقت لایتغیره. باشه در کتاب حرف بزنیم، کتب علی نفس الرحمه حرف میزنیم، کتب علیکم الصیام حرف میزنیم، که این کتبه به چه معناست؟ کتاب که خدا میگوید چیز. به هر عنوان هست، سید الشهدا اگر جواب داده اند یا جواب ندادن، هر دو حکمت دارد. جواب نگفتن آقا سید الشهدا چنین حکمت های است و حرف های زیادی. علما کتاب زیاد نوشتن در علم امام، در اصول کافی هم بابی هست در علم امام، و به نظرم میرسد که روایات علم امام را بخوانید و متحیر شد، متحیر میشه. روایات باب علم امام را بخوانید و متحیر شد. اینا مقدماتی است که یک شیعه باید راجع به امامش بداند. در معرفت امام اینها واقعا کلاس های اوله، کلاس های اوله باید بدانیم راجع به ائمه‌مون صلوات الله علیهم اجمعین. ظاهرا وقت ما تمام شد. به نظر بنده رسید که راجع به این شبهه‌ای که افتاده است قدری بیشتر سخن بگویم، و انشالله که سخنهایی که عرض کردم به عنایت آقا سید الشهدا رضایت قمر بنی هاشم بوده. طبری گفته نامه عمرو بن سعید به حسین این است. نامه‌ای که حالا آوردن نزد سید الشهدا چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، از عمرو بن سعید به حسین ابن علی، اما بعد من از خدا خواست دارم که تو را از آنچه هلاک کند باز دارد، خدا به شما عافیت بده نگذاره، ببینید، و به راه ثواب بدارد. بی ادب و بی حیا کسی به امام زمان چنین میگوید که خدا تو را به راه ثواب بدارد؟ بگذاریم، حالا اینجا فردا حرف داره. نکته‌ای که میخوام بیشتر راجع به سخن بگم انشالله، به من خبر رسید که سوی عراق میروی، من تو را از دو دستگی به خدا پناه میدهم و ترسانم که در آن هلاک تو باشد بماند. فقط یه جمله بگم، خدا لعنتتون کنه از اون ریشه که اگر کسی اومد حرف حق بزنه به چوب تفرق افکنی او را زدی. تفرقه. حتی به سید الشهدا چنین میگوین یک مش بی ادب بی حیا که تو تفرقه پناه بر خدا. کسی که اساس توحید است، کسی که اگر ارکان التوحید زیارت جامعه است که رکن توحید الهی حضرات اهل بیت، انقدر بی حیا و بی ادبن که این گونه میگوین و الی یومنا هذا ادامه دارد. هر که بخواد حق بگوید به او میگوین تفرقه. تفرقه تویی و کسی که تو را گذاشته است. فرج بقیت الله را بر ما برسان، قلب حضرتش را دست ما راضی کن، و امیدوارم که هر جسد به ما دعا کنید. فردا در خدمت شما هستم با این مطلب. یا علی. رزیت کربلا و صوت العقیله تجول مخاطری و دمعی اسیله، حرایر کربلا حزن الفواطم تدور بضامیری دور